Salam! Noroozatun Mubarak! Happy Noroooz, everyone! Isme man, Sanam. My name is Sanam and I'm so excited to be here again this year to celebrate Noroooz with you. من خیلی خوشحالم که دوباره امسالم اومدم و مهمون خونه شما هم که نوروز رو با هم جشن بگیریم. بذارین همین اول برنامه به همتون یه سلام گرم و درست و حسابی بکنم. سلام، سلام، سلام به شما. سلام، 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 سلام به شما. سلام به شما. سلام، سلام، سلام. حال احوالتون چطوره؟ خوب هستین؟ من که خیلی دلم براتون تنگ شده بود. بیاین امروز با هم کلی شعرهای بهار و عید و نوروزی بخونیم. اگه که حاضرین برای شعر بعدی بیاین با هم همین الان یک کم تمرین کنیم. شعری که میخوایم با هم بخونیم ممکنه که یک کمی سخت بشه، برای همین بیاین اولش رو با هم خیلی آروم slow تمرین کنیم. باشه؟ صبر کنیم. اگه که حاضرین بریم شروع کنیم. یه سیب و یه گلابی، یه کاسه یه لعابی، یه موش و یه تل موش، یه گربه و دو خرگوش، یه ماه و یه ستاره، عید اول بهاره. یه ماه و یه ستاره، عید اول بهاره. خب نگران نباشین، یه ذره دیگه این شعر رو آرومتر، نه یکم تندتر میخونیم با هم که شما حسابی آماده باشین. بریم یه دور دیگه خیلی هنوز آروم بخونیم. یه سیب و یه گلابی، یه کاسه یه لعابی، یه موش و یه تل موش، یه گربه و دو خرگوش، یه ماه و یه ستاره، عید اول بهاره. یه ماه و یه ستاره، عید اول بهاره. خب چطور بودین تا حالا؟ خوبه همه چی؟ فکر میکنین که بتونین یه کمی تون ترش بکنین؟ بریم؟ یه سیب و یه گلابی، یه کاسه یه لعابی، یه موش و یه تل موش، یه گربه و دو خرگوش، یه ماه و یه ستاره، عید اول بهاره. یه ماه و یه ستاره، عید اول بهاره. خب اینو چجوری تونستین هندل کنین؟ خوب از پسش برمدین؟ فهم میکنین که بتونین یه ذره تندترش کنین؟ بریم. یه سیب و یه گلابی، یه کاسه یه لعابی، یه موش و یه تل موش، یه گربه و دو خرگوش، یه ماه و یه ستاره، عید اول بهاره. یه ماه و یه ستاره، عید اول بهاره. خب اگه که خوشتون اومد و تا حالا تونستین از پس این شعر در بیاین، من فکر میکنم که بریم یه ذره تندترش رو بخونیم. بریم. یه سیب و یه گلابی، یه کاسه یه لعابی، یه موش و یه تل موش، یه گربه و دو خرگوش، یه ماه و یه ستاره، عید اول بهاره. یه ماه و یه ستاره، عید اول بهاره. خب حالا این دفعه چطور انجام دادین شعرتون رو؟ تونستین با این سرعت
پیش بریم یا نتونستیم. خب من میگم یه دونه دیگه هم شعر رو بخونیم یه بار و ببینیم که دیگه میتونیم از این تونتر بریم یا نه. حاضرین؟ به یه زیبا یه گلابی، یه کاسه یه لعابی، یه موشه یه تل موش، یه گربه و دو خرگوش، یه ماه و یه ستاره، عید اول بهاره، یه ماه و یه ستاره، عید اول بهاره. وای باورم نمیشه که ما اینقدر این شعر رو تون خوندیم، اما فکر میکنم که بهتره که همینجا وایسیم، چون میگم اگه تونتر بخوایم بخونیم اصلا دیگه نمیشه. بریم سراغ شعر بعدیمون که میخوایم با هم بخونیم. برای این شعر شما باید بدونین که چجوری میتونین دست بزنین. دست بزنین، دست بزنین، دست بزنین، واسه خودتون دست بزنید. خب برای شعر بعدی شما باید بدونین که چجوری میتونین چرخ بزنین، اینجوری یه دونه دیگه. خب حالا به غیر از دست زدن و چرخ زدن شما باید بدونین که چجوری لبخند بزنین. سمایل. خب به غیر از لبخند زدن شما باید بدونین که چجوری دستتون رو بزنین به کمرتون و چجوری غر بدین اینجوری. خب اگه که حاضرین بریم شعر بعدی رو بخونیم ببینم. اگه منتظر عیدی دست بزن، اگه منتظر عیدی دست بزن، اگه منتظر عیدی و میخوای نشون بدی و حالا پاشو تو و دیگه دست بزن. اگه خب دست دادن رو انجام دادیم، حالا قراره که با هم چرخ بزنیم. چجوری؟ اینجوری. خب بریم قسمت بعدی شعر رو با هم بخونیم. اگه منتظر عیدی چرخ بزن، اگه منتظر عیدی چرخ بزن، اگه منتظر عیدی و میخوای نشون بدی و حالا تو و پاشو دیگه چرخ بزن. خب عالی بود، گود جاب، آفرین آفرین. حالا برای قسمت بعدی باید بدونین که چجوری لبخند بزنین. چجوری؟ اینجوری دندانتون رو نشون بدیم ببینم. اینجوری. اگه منتظر عیدی لبخند بزن، اگه منتظر عیدی لبخند بزن، اگه منتظر عیدی و میخوای نشون بدی و حالا پاشو تو و دیگه لبخند بزن. برای قسمت بعدی شعر باید دستتون رو بزنین به کمراتون اینجوری. اگه منتظر عیدی دستتو بزن کمره، اگه منتظر عیدی اون یکی دستتو بزن به کمره، اگه منتظر عیدی و میخوای نشون بدی و حالا تو پاشو دیگه قر بده. من فکر میکنم که همه تون از پس این شعر خیلی خوب برمدین. حالا بریم سراغ شعر بعدی که راجب سیر هست. سیر؟ گارلیک؟ Why گارلیک؟ چرا شعر سیر میخونیم؟ Because گارلیک is one of those 7 things we put on our half-seen table to celebrate Norooz. Garlic represents health. شعر سیر ما قرار با هم بخونیم. چرا؟ چون که سیر
یکی از اون هفت تا چیزی هست که ما سر سفره هفت سین میذاریم و برای این میذاریم که مثلا اون سال رو سلامت باشیم، مریض نشیم خدای نکرده. حالا که این چیزا راجبش سیر یاد گرفتیم، بریم شعر سیر رو با هم بخونیم. سیر سفید و تازه، آخ که چه تند و تیزه، سلامتی دوباره به خونه ها میاره. سیر سفید و تازه، آخ که چه تند و تیزه، سلامتی دوباره به خونه ها میاره. حالا که شعر سیر رو خوندیم با هم، بریم شعر سمنو بخونیم که اونم همیشه سر سفره هفت سین میذارن خیلیا. سمنو آی سمنو، سمنو آی سمنو، مال پای هفت سین سمنو. سمنو کاسه بیار سمنو ببر، سمنو سمنوی خوشمزه ببر. سمنو آی سمنو، مال پای هفت سین سمنو. سمنو کاسه بیار سمنو ببر، سمنو سمنوی خوشمزه ببر. اینم از شعر سمنو. بریم یه شعر خیلی قدیمی با هم بخونیم که مال نوروزه و اسم این شعرم هست شعر حاجی فیروز. شعر حاجی فیروز اینجوری شروع میشه: ارباب خودم سلام و علیکم، ارباب خودم سرتو بالا کن، ارباب خودم بزبز قندی، ارباب خودم چرا نمیخندی؟ حاجی فیروزم بله، سالی یه روزم بله، حاجی فیروزم بله، سالی یه روزم بله. بشکن بشکنه بشکن، من نمیتونم. میتونی؟ چجوری بشکنم؟ تق تق چجوری بشکنم؟ تق تق در سایه ایزد تبارک، عید همگی بود مبارک. خب حالا که شما این همه با من نشستین و شعرهای قشنگ خوندین، فکر میکنم که موقعش باشه که بریم بشینیم آروم با هم یک کتاب داستان بخونیم. بذاریم یه چیزی داره میخوره به پام، یه دقیقه صبر کنیم ببینم چه خبره. این چیه دیگه؟ بچه ها یه مهمون داریم. کسی باورش میشه که این مهمون ما یه پیشی باشه؟ من که باورم نمیشه پیشی اومده مهمون برنامه ما شده. من الان که فکر میکنم میبینم شاید اومدن پیشی یه دلیلی داشته باشه. نکنه که قصه ما راجع به پیشی باشه. بذارین برم کتابو بیارم ببینم قصه امروز راجع به چیه. پیشی جون همینجا بشین تو، من برم کتاب قصه رو بیارم. کتاب قصه ای که امروز میخوایم با هم بخونیم روش عکس پیشی داره. پیشی گربه. بریم و اگه که موافق باشین با هم این کتاب رو بخونیم. کتابی که امروز برای شما آماده کردم و قراره بخونم اسمش هست عید امسال نه مثل هر سال. نویسنده این قصه خانم مریم فیاضی و تصویرگر این کتاب خانم محبوبه یزدانی هستن. بریم و با هم دیگه این قصه رو شروع کنیم. نزدیک عید که میشه، همه کم کم خودشون رو آماده میکنن تا به استقبال سال جدید برن. چیدن سفره هفت سین از اون کارهاییه که همه رو سر حال میاره. البته تقریبا همه
بجز اونایی که همیشه سال نو رو توی خونه مادر بزرگشون جشن میگیرن. اما اگه مادر بزرگ بگه که میخواد امسال برای تعطیلات با دوستاش به سفر بره، خیلی چیزا عوض میشه. باز جای شکرش باقیه که مادر بزرگ قبل از رفتن به تعطیلات سری به اونا میزنه و عیدی تک تکشون رو میده و خیال همه رو راحت میکنه. و خب نمیشه که مادر بزرگ بیاد و هفت‌سینی در کار نباشه. عیدی دادن بی هفت‌سین که فایده ای نداره. پس باید زودتر دست به کار شد. پیشی کوچولوها رو ببینین. یکیشون داره کتاب آداب نوروزی میخونه. یکیشونم رفته روی اینترنت داره میبینه که سر هفت‌سین باید چیا بذاره. هفت‌سین: سیب، نماد سلامتی، زیبایی. سمنو، نماد فراوانی و نعمت. سنجد، نماد مهر و دلبستگی. تخم مرغ، نماد باروری و تولد. سرکه، نماد صبر و جاودانگی. سماق، نماد باران. سیر، محافظت کننده از بدیها. سکه، نماد ثروت. سبزه، نماد سرسبزی. سنبول، نماد شادابی. آینه، نماد روشنایی. بچه ها، حالا شما بگیم ببینم، به نظرتون سر سفره هفت‌سین چند تا چیز میذاریم که با صدای شروع میشن؟ هیچ طور نمیشه هفت چیز رو به دو قسمت مساوی تقسیم کرد. پس خوش‌شانس‌ترا دنبال کارهای کمتری میرن. وقتی دیر دنبال خریدن وسایل هفت‌سین بری، مجبوری هر چیزی رو گرونتر بخری. اینم از بدیهای دیر جنبیدن. پیشیا رو نگاه کنین رفتن بازار. سبزی ها هر کدومشون یه قیمت دارن. بعضی هاشون 25 پول گربه این، بعضی هاشون که یک کمی بزرگترن 50 پول گربه این. اون بزرگ بزرگاش که دیگه خیلی سبزن و پرن 1000 پول گربه این. اگه شانست بزنه و فهرست کوتاه‌تری برای خرید به دستت بیفته، تازه میفهمی که خرید اونا سخت‌تره. حتی بعضی هاشون رو اصلا نمیشه پیدا کرد، چون بعضی جاها اونا رو تموم کردن و بعضی جاها هم اصلا از اول نداشتن. اینجا رو نگاه کنین، هر مغازه پیشیا رفتن نوشته رو درش که سمنو تمام شد، سمنو نداریم، لطفاً سوال نفرمایین. وای نه، حالا پیشی کوچولوها باید چی کار کنن؟ مادر بزرگ همیشه میگه هفت‌سین بدون سمنو اصلا هفت‌سین نمیشه. پس باید هر طور شده سمنو درست کنن. و اگه وقت کافی نداشته باشن، باید چیزی شبیه سمنو درست کنن که شاید زیادم شبیه اون نباشه. خب معلومه که وقتی پیشی کوچولوها میرن آرد و رنگ و با هم رو میز آشپزخونه قاطی میکنن، چیزی شبیه سمنو گیرشون نمیاد. بچه ها، حالا به نظر شما چی میشه الان؟ اگه مادر بزرگ بیاد و میز هفت‌سین رو ببینه و ببینه که چیزی که سر میز سمنو نیست، اون موقع چه اتفاقی میفته؟ انگار مادر بزرگ
درست حد زده که برای عیدی باید چه چیزی بیاره. آخ جونم جون، اینجا رو نگاه کنین. مادر بزرگ اومده و با خودش یک کاسه بزرگ سمنو آورده و البته هنوز نباید امیدشون رو از دست بدن، چون هر سفری حتما سوغاتی های خوبی به همراه داره. این قصه هم همینجا تموم شد. پیشیا هم من فکر میکنم که کلی سوغاتی های خوب از مادر بزرگشون گرفتن، سر میز هفت‌سین هم نشستن و کلی لحظات خوب در کنار هم داشتن. خب حالا بگیم ببینم این قصه ای که تموم شد رو دوست داشتین؟ Did you like the story? Yes. یا No. بله یا نه. Yes or no. بله یا نه. من که بله بله خیلی دوست داشتم. شما چطور؟ حالا که این داستان رو خوندیم، من فکر میکنم که وقتش باشه یه کار دیگه با هم انجام بدیم. اگه میشه دستاتون رو بر من بیارین بالا، انگشتاتون رو باز کنین و بیاین بشماریم ببینیم یه دست چند تا انگشت داره. 1, 2, 3, 4, 5. یه بار دیگه 1, 2, 3, 4, 5. حالا که انگشتا رو یاد گرفتیم بشماریم تا 5، بیاییم با هم این شعر انگشتی رو بخونیم. اولی گفت من 3 ماهم بهارم، هوای خوبی دارم. دومی گفت 3 ماه دارم تابستونم، میوه دارم باغبونم. سومی گفت من 3 ماهم پاییزم، برگ درخت میریزم. چهارمی گفت 3 ماه دارم زمستونم، سرما و برف و بارونم. پنجمی گفت 7 ماه و سالم، بچه ها خوش به حالم. اینم از این. حالا که این شعر انگشتی رو هم با هم خوندیم، فکر میکنم که دیگه وقت خداحافظی باشه. اگه که حاضرین دستاتون رو بیارین بالا و شعر خداحافظی رو با من بخونین. خداحافظ، 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 خداحافظ. خیلی خیلی ازتون ممنونم که اومدین و این قسمت از برنامه نوروزی کتابخونه رو تماشا کردین. دلم براتون تنگ میشه و امیدوارم که بازم ببینمتون. خداحافظ. Bye. I hope to see you later. Bye.